کشورهای جهان در هفته پیش رو در مورد ایجاد نخستین معاهده برای جلوگیری از آلودگی پلاستیکی و محدود کردن تولیدات پلاستیکی مذاکره خواهند کرد. روز یکشنبه شنبه 21 آبان گروهی متشکل از 20 دانشمند بین المللی نامه سرگشاده به مذاکره کنندگان ارسال کردند و از آنها خواستند که سلامت بشر و محیط زیست را در محور مذاکرات قرار دهند و به دنبال معاهده باشند که حجم تولید پلاستیک ها را کاهش می دهد و آزمایش مناسب همه مواد شیمیایی موجود در پلاستیک را الزامی می کند. طبق برنامه محیط زیست سازمان ملل حدود 98 درصد از پلاستیک های یک بار مصرف از سوخت فسیلی به دست می آین. سالانه حدود 400 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می شود که کمتر از 10 درصد آن بازیافت می شود. اتحادیه اروپا و دهها کشور از جمله ژاپن کانادا و کنیا خواستار یک معاهده قوی با مقررات الزام آور برای کاهش یا حذف تولیدات پلاستیک های مشکل آفرین و دارای مواد سمی شدند در همین حال هماهنگ کننده شبکه بین المللی حذف آلاینده ها گفته که تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی از یک معاهده قوی منع یا کاهش استفاده از پلاستیک استقبال نمی کند چون می تواند فروش سوخت های فسیل را محدود کند.